سرخط خبرها. کشیده شدن دامنه جنگ به مناطق مسکونی در شهر غزنی. یک مقام محلی میگوید اگر کمک نرسد طالبان شهر را تصرف میکنند. آخرین گزارش وزیر خارجه ایران به مجلس، سرنوشت برجام به دولت ابراهیم رئیسی سپرده شد. اولین قدم برای سفر تفریحی به فضا، میلیاردر بریتانیایی با فضاپیمای ویرجین گالاکتیک به لبه فضا رفت. و بازگشت فاتحان جام ملت‌های اروپا به خانه. در بریتانیا دولت با حملات نژادپرستانه علیه بازیکنانی که پنالتی را گل نکردند برخورد می‌کند. سلام، عصرتون بخیر. منابع محلی در جنوب افغانستان از ادامه درگیری میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان طالبان در حومه شهر غزنی، مرکز ولایت غزنی خبر دادند. یک عضو شورای ولایتی غزنی به بی بی سی گفته که اگر به وضعیت شهر در این منطقه توجه نشود، ممکن است طالبان به مرکز شهر برسند. همزمان با نزدیک شدن به پایان ماموریت نیروهای بین‌المللی در افغانستان، ژنرال فرانک مکنزی به جای ژنرال اسکات میلر فرماندهی نیروهای آمریکایی را به عهده گرفت. حسین پاکنیا خبرنگار بی بی سی در غزنی روی خط تلفن با ماست. حسین، از آخرین دیدهات بگو. بله، سلام بر شما. واقعیت اینه که از یک هفته بدین سو درگیری ها در غزنی به اوج خود رسیده، شدید بسیار به گونه شدید ادامه داره. کماکان درگیری ها از حومه شهر به مرکز شهر منتقل شده، عمدتا در محلات مسکونی متاسفانه درگیری ها جریان داره. خط جنگ فعلا، خط نخست نبرد فعلا در سمت شمال شهر غزنی، میشه گفت که در منطقه موصول با موی مبارک، در جاده موی مبارک، در چهارراهی موی مبارک رسیده که در متن شهر موقعیت دارد. و در سمت جنوب شهر هم کماکان در مرکز شهر در واقع طالبان خود را نزدیک کردند به خط نخست نبرد. تقریبا میشه گفت که در جای موصول با پول حیدرآباد، چشم دید ما این است که در منطقه پول حیدرآباد در ساحل موی مبارک نیروهای مسلح دولتی اونجا حضور دارند و آماده حال آماده باش هستند. به این صورت میشه گفت در حدود میشه گفت تا حدود 500 تا 700 متری خود فرماندهی پلیس غزنی و مقام ولایت در واقع درگیری تا اونجاها رسیده. و این نکته خدمت شما عرض کنم که عمدتا در محلات مسکونی در یک هفته اخیر درگیری جریان داشت که ما شاهد در واقع تلفات و نیروها وارد شدن تلفات به افراد غیر نظامی بودیم. منابع محلی عمدتا ریاست صحت عامه غزنی و بی‌بی‌سی تایید کرده که در حدود 20 تا زخمی تا یک هفته اخیر به شفاخانه منتقل شده و در حدود چندین تا جسد که عمدتا غیر نظامی هستند. و منابع مردمی به ما گفتند در حدود 5 تا 7 نفر از افراد غیر نظامی که عمدتا خانم‌ها و اطفال هستند در طی یک هفته اخیر کشته شدن. ولی پرسش اساسی اینجا است که عمدتا آنطوری که مسئولین محلی تاکید میکنن، میگن نیروهای تازه نفس در غزنی اخیرا حضور یافته. نیروهای کماندو و نیروهای ویژه به حدود 300 نفر از کابل به غزنی منتقل شدن. ولی پرسش اساسی که عمدتا مردم مطرح میکنه اینه که چرا جلوی پیشرفت طالبان به سمت شهر گرفته نمیشه و چرا در واقع باید عملیات نمیشن. این پوستشایی که عمدتا نصفه مردم رو حوضگاه در واقع این موضوع دریافت میکنیم. در کل وضعیت بسیار وخیم است. عرض کردم که درگیری ها عملا به مناطق مسکونی گسترش یافته و خط نبرد عملا در داخل شهر غزنی در فاصله میشه گفت 500 تا 700 کیلومتری خود این مقام ولایت و فرماندهی پلیس غزنی رسیده. اشاره کردید به نیروهای ویژه و کماندوهایی که دولت میگه اعزام شدند. آیا اونها رسیدن؟ شما اصلا میبینیدشون در سطح شهر؟ بله، در حدود یک تا یک نیم هفته قبل، زمانی که در واقع آغاز درگیری، آغاز عملیات طالبان در شهر غزنی آغاز شد، ما شاهد آغاز عملیات طالبان بودیم. اون زمان در حدود 300 تا بیشتر یا حتی برخی منابع بیشتر از اینها گفتن
کماندوهای نیروهای ویژه به غزه، به شهر غزه منتقل شدم. عکسایش که تصفات اجتماعی در واقع پخش میشد، اونجای برخی عکسای و برخی ویدیوهایی را که خود مطبوعات حکومتی، مطبوعات دولتی با مطبوعات شریک کرده بودند، اینها حاکی از یک نیروهای ویژه منتقل شدن و در غزه حضور دارند. اما از کردن پوستش اساسی است که معمولا کمتر وارد اما شدن و هر روز ما شاهد پیشرفت طالبان به سمت داخل شهر هستیم. درست. من این نکته هم خدمت شما اضافه کنم که معمولا منابع حکومتی کمتر حاضر میشن با مطبوعات صحبت کنن. آنچه که من خدمت شما عرض کردم عمدتاً از منابع مردمی بود و شهدید خود من که من شاهد حال هستم اینجا در غزنی. متشکرم. حسین پاکنیا خبرنگار بی بی سی در غزنی روی خط تلفن با ما. سمیر بدرود تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان از کابل با ماست. شنیدید صحبت‌های خبرنگار ما رو در غزنی و سوالی که برای بسیاری مطرح، شما فکر می‌کنید که چرا دولت نمیتونه مانع پیشروی طالبان بشه؟ سلام بر شما و بیننده‌های شما. ما با معذرت صدای خبرنگار شما رو نشنیدیم چون مشکل تکنیکی بود، اما مشخصا در رابطه با سوال شما اگر بگویم شرایط قسمی نیست که در اخبار و گزارش ها میاد. به لحاظ تاکتیکی و مقطعی اگر در نظر بگیریم درست مشکلاتی وجود داره و در جبهات و در مواضع گاهی تغییر میآید. اما در یک ماه اخیر که حملات طالبا شدیدتر شده، بالای مناطق زیاد حمله کردن، آهسته آهسته دولت افغانستان با کمک نیروهای خیزش مردمی تانستن که جلو پیشروی برقاسای طالبا را بگیرن و یک حالت سراسیمگی که ایجاد شده بود از وضعیت سراسیمگی فعلا در حال بیرون شدن است نیروهای دولتی و همچنان نیروهایی که مقاومت میکنن در برابر طالبا و ممکن بین یک تا دو هفته دیگه وضعیت کاملا به شکل دیگه باشه. یعنی که الان مقام های افغانستان خودشون هم تایید میکنن که حدود 80 ولسوالی در کنترل طالبانه، به نظر شما درست نیست؟ نه ببینین آمار درست است، منتها کدام ولسوالی ها؟ وقتی که ما صحبت میکنیم مناطق استراتژیک، یعنی مناطق آیدزا، مناطقی که به لحاظ درآمد برای دولت افغانستان و برای مردم افغانستان اهمیت داره، او تا هنوز بخش زیادش در کنترل دولت است. بنابراین مناطقی وجود داره که با نظر داشت بحث استراتژیک بودن اهمیت خیلی زیادی نداشت و بنا به مسائل چون عدم حمایت هوایی به شکلی که در گذشته وجود داشت و همچنان سراسیمگی که وجود شده بود، طالبان پیشروی‌های داشتند. اما یاد ما باشه که این پیشروی‌ها استراتژیک نیست، تاکتیکی است، به خاطر امتیاز بیشتر در میز مذاکره هست و این صفحه به زودی در حال برگشتن است. پس در واقع شما فکر می‌کنید که این 80 ولسوالی درسته که از دید ایده اهمیت استراتژیک نداره، اما یا دولت در میان مدت میتونه اینها رو پس بگیره، یا اینکه اصلا به این نچرسه که خب یک بخشی از کشور در دست طالبان باشه و مناطق به گفته شما استراتژیک در دست دولت باشه؟ نه، وقتی که ما صحبت از دولتداری میکنیم، بدون شک دولت افغانستان خواهان از این است و خواهد بود که ساحه کنترل خود را بر تمام قلمرو افغانستان گسترش بدن. اما گفتم که این بحثی است که به مرور زمان تغییر میکنه و طالبا، چرا من این مسئله را میگم که این تنها بستگی و فاکتور دولت، یعنی توانایی دولت افغانستان و یا نیروهای خیزش مردمی که در برابر طالبا میرزمند نداره. موارد دیگه بخصوص خود طالبا به عنوان یک پدیده اجتماعی سیاسی شکست خود را در درون خود میپرورانند. اینا به لحاظ دولتداری و گورننس امکانش ندارند. مناطقی که زیر کنترلشان است شما میبینین اخبار متفاوت میبراید، حتی در زندگی خصوصی مردم، در مسائل خانوادگی مردم، در مسائل ازدواج ها و مسائل اینچنینی دست میزنند و همچنان به عنوان یک گروهی که اگر در نظر بگیریم که به لحاظ یک گروهی که بیاید حاکم شود و دولتداری کند، توانایی دولتداری را ندارد. نه تنها مردم افغانستان، خیلی دیر نخواهد گذشت که همسایه های افغانستان، حتی او همسایه هایی که به شکلی از اشکال امروز خوشبین هستند نسبت به گسترش حضور طالبا در افغانستان، اونا روی از این فکر خود تجدید نظر خواهد کنند و طالبا حتی اگر بیشتر از این پیشروی کنند، با نظر داشت آنچه گفتم محکوم به شکست هستند. متشکرم. سمیر بدرود تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان.
وزیر خارجه ایران در گزارشی مفصل به مجلس از جزئیات پیشرفت‌های مذاکرات وین تا امروز پرده برداشته. محمد جواد ظریف در نامه‌ای در پیوست این گزارش نوشته امیدوار است دولت بعدی این مذاکرات را به نتیجه برساند. سخنی که حاکی از توقف مذاکرات تا روشن شدن تکلیف آن در دولت ابراهیم رئیسی دارد. دولتی که تا کمی بیش از هفته دیگر شروع به کار می‌کند. توقف مذاکرات کار پایان دادن به تحریم‌های آمریکا را به تعویق می‌اندازد. چیزی که دولت حسن روحانی گفته بود یک روز هم در انجامش تأخیر نخواهد کرد. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. جناب آقای ظریف در رفتاری عجیب تندروها در مجلس قبلی و فعلی هیچ وقت با وزیر خارجه کنار نیامدند. اینجا تقاضای آنها برای استیضاح محمد جواد ظریف بر سر دفاع او از لزوم تصویب لایحه مبارزه با پولشویی. امروز او در نامه‌ای به مجلس نوشت بعد از 8 سال ناسزا شنیدن، خون دل خوردن و دم بر نیاوردن بر سر اتهام‌های ناروا در آستانه واگذاری مسئولیت هستم. اشاره‌ای به پایان تصدی او بر وزارت خارجه بعد از 2 دوره دولت حسن روحانی. وزیر خارجه ایران در گزارشی 213 صفحه‌ای به مجلس درباره توافق هسته‌ای از جزئیات تازه‌ای از پیشرفت‌ها در مذاکرات وین پرده برداشت. اگرچه او نوشته امیدوار است که دولت بعدی این مذاکرات را به نتیجه برساند. سخنانی که نشان می‌دهد مذاکرات وین دست کم تا بعد از روی کار آمدن دولت بعدی تقریباً 3 هفته دیگر به تعویق افتاده است. گزارش امروز در چارچوب گزارش‌های 3 ماهه وزارت خارجه به مجلس در مورد وضعیت اجرای برجام این بار شامل وضعیت مذاکرات هم شده است. مذاکرات وین. این اولین بار است که یکی از طرف‌های مذاکره کننده در مذاکرات وین جزئیاتی از این مذاکرات را فاش می‌کند. شاید تلاشی برای مستند کردن دستاوردها تا قبل از پایان دوره دولت فعلی. او نوشته آنچه که تاکنون بر سر آن توافق شده با سیاست آیت الله خامنه‌ای منطبق است که گفته بود آمریکا باید اول تحریم‌ها را لغو کند، بعد راستی آزمایی شود و بعد ایران به برجام برگردد. او نوشته توافق شده است که همه تحریم‌های اصلی که بر روی اقتصاد ایران تأثیر دارد برداشته شود، از جمله فرمان‌های اجرایی مختلف در دوران ترامپ و چه در دوران قبل از ترامپ. او گفته است که توافق شده همه تحریم‌ها علیه دفتر آیت الله خامنه‌ای و نزدیکان او و سپاه پاسداران برداشته شود. او همچنین نوشته است تحقیق و توسعه بر روی ماشین‌های سانتریفیوژ پیشرفته ادامه خواهد داشت و سانتریفیوژ‌های پیشرفته فعلی در انبار نگهداری خواهند شد. و در سخن آخر او میگوید بدون سازش مصالحه ممکن نیست. نوشته بدون توجه به حداقل قابل قبولی از نگرانی ها و مطالبات همه طرف ها امکان مصالحه وجود ندارد و اضافه کرده گرایش حد اکثری تنها به مذاکرات فرسایشی و بی پایان می انجامد. از گزارش وزیر خارجه ایران معلوم است که چشم‌انداز مذاکرات به هیچ وجه روشن نیست و تندروها در دولت بعدی در کنار تندروها در مجلس شاید هیچ وقت بر سر برداشته شدن تحریم ها به توافق نرسند. با همه پیامدهای آن برای مردم و کشور. کسرا نجی، بی بی سی. دو خبر کوتاه. مقام‌های بهداشتی ایران می‌گویند در روزهای اخیر تعداد بیماران کرونایی که نیاز به بستری دارند تا 17% بیشتر شده. در این میان استان‌های سیستان و بلوچستان، یزد و بوشهر در وضعیت بدتری قرار دارند. بنابر آمار رسمی در شبانه روز گذشته نزدیک به 21 هزار مورد جدید شناسایی و فوت 182 نفر هم ثبت شده. مقام‌های ایران از آغاز موج پنجم شیوع کرونا همراه با انتشار گسترده سویه دلتا خبر دادند. آتش‌سوزی در جنگل‌های گچساران در جنوب غرب ایران که از 4 روز پیش آغاز شده بود همچنان ادامه دارد. مقام‌های محیط زیست ایران گفتند امروز 4 بالگرد به منطقه فرستاده شده تا آتش را خاموش کنند. در روزهای اخیر نیروهای داوطلب محلی با امکاناتی مثل بید و کلنگ در تلاش بودند آتش را مهار کنند. این آتش هم‌اکنون به منطقه حفاظت شده کوه خامی هم رسیده. کوه خامی یکی از زیستگاه‌های مهم حیات وحش در رشته کوه زاگرس است و حیواناتی مانند پلنگ، خرس قهوه‌ای و سنجاب ایرانی در آن دیده شدند.
در کوبا هزاران نفر از مردم در شهرهای مختلف در اعتراض به دولت کمونیست این کشور به خیابان‌ها ریختند. رئیس جمهوری این کشور انگشت اتهام را به سوی آمریکا نشانه رفته و از طرفدارانش خواسته با معترضان مقابله بکنند. تانیا دندرینوس از هاوانا گزارش می‌دهد. Chanting for freedom. شعار آزادی سر دادند. فریادی که به ندرت در هاوانا شنیده می‌شود. اپوزیسیون کوبا این تظاهرات را بزرگترین اعتراض در سه دهه گذشته خوانده. مامورا منو دخترمو زدن. اونا ما رو به خاطر اینکه تو خیابون داشتیم راه می‌رفتیم کتک زدن. ما برای اعتراض به سرکوب اینجا اومدیم. اونا میخوان ما رو از گشنگی بکشن. هاوانا در حال فروپاشیه. نه خونه داریم و نه چیز دیگه. اما اونا پول دارن هتل بسازن و ما رو گشنه نگه دارن. کوبایی‌های در تبعید در فلوریدا هم تجمعاتی در حمایت از معترضان برگزار کردند. رئیس جمهوری کوبا ایالات متحده را عامل اعتراضات خوان و معترضان را تهدید کرد. در کنار انقلابیون امروز اینجا اومدیم تا نشون بدیم که کف خیابون متعلق به انقلابی هاست. مزدوران هیچ جایی نمیتونن خیابون رو اشغال کنن. ولی اگه این کارو بکنن ما بدون نقض قانون اساسی باهاشون برخورد میکنیم. وقتی سخنان او به گوش این طرفداران حکومت کمونیست رسید، احساس وظیفه کردند که معترضان را دوره کرده و دستگیر کنند. بقیه هم تظاهرات متقابل به راه انداختند. داریم از کاری که 60 سال پیش انجام دادیم دفاع میکنیم. این انقلاب مال ماست و خونهای زیادی براش دادیم. کوبا دیگه هیچ وقت سرمایه داری نخواهد بود. و این مزدورانی هم که جیرخوار امپریالیزمن هیچ جایی تو این خیابونها ندارن. مگه این که از رو جسد ما رد بشن. چنین تظاهراتی در کوبا به ندرت اتفاق میافتد. همزمان با اعلام شمار بی‌سابقه ابتلا به کرونا در این کشور، تنش و ناآرامی به غلیان آمده و فریاد دموکراسی خواهی رو به افزایش است. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. جنگ میان طالبان و نیروهای دولتی به مناطق مسکونی شهر غزنی کشیده شد. یک مقام محلی میگوید اگر کمک نرسد طالبان شهر را تصرف میکنند. وزیر خارجه ایران در گزارشی به مجلس ابراز امیدواری کرد دولت ابراهیم رئیسی مذاکرات برجام را به نتیجه برساند. در ادامه این برنامه بازگشت فاتحان جام ملت‌های اروپا به خانه. عراق میگوید از ایران به خاطر بستن آب رودخانه‌هایش به سمت این کشور شکایت خواهد کرد. وزیر منابع آب عراق گفته ایران آب رودخانه‌های کرخه و الوند و سیروان را به سمت استان دیاله بسته. بخش بزرگی از آب عراق از مناطق بالادستی در کشورهای همسایه تامین می‌شوند، از جمله ایران که خود درگیر بحران آب است. اما بحران در عراق به مراتب وخیم‌تر است. سیاوش عادلان گزارش می‌دهد. گرمای سوزان عراق اراضی پایین دست دجله و فرات را تفته کرده. برای کشاورزان و دامداران زندگی در اینجا نبردی است برای بقا. دو سوم تالاب هورالعظیم در عراق است. برای گاومیش‌ها و صاحبانشان سال‌هاست که زندگی جز تشنگی و تقلا برای رسیدن به آب معنای دیگری ندارد. خوشسالی امانمون رو بریده. گاومیش‌ها هم تشنن. وقتی هم آب می‌خورن مسموم میشن. در عراق 20% مشاغل در بخش کشاورزی است، ولی این بخش تنها نصف غذای کشور را تامین می‌کند. بقیه واردات است با پول نفت. نفتی که مصرفش به عنوان یک سوخت فسیلی باعث بحران تغییرات اقلیمی و گرماهای شدیدتر و طولانی‌تر شده، مخصوصا در عراق. تغییرات اقلیمی در عراق به وضعیت اضطرار رسیده، وضعیتی که سالها جنگ و سوء مدیریت و فساد تشدید کرده است. جبر جغرافیا نیز عراق را در موقعیتی قرار داده که سرمنشأ 70% آبش از کشورهای همسایه است. یک مقام عراق امروز گفت ایران آب رودخانه‌های کرخه و کارون را کاملا بسته و باعث شدت گرفتن بحران آب در استان دیاله شده. عراق میگوید از ایران شکایت خواهد کرد.
از کشوری که خود با بحران آب روبروست. دانشمندان سالهاست از خطر جنگ‌های آبی در خاورمیانه گفتند و هشدار دادند. اوضاع میتوانست بهتر باشد اگر تقسیم آب عادلانه و توسعه اقتصادی پایدار بود، هم بین کشورها هم در داخل کشورها. سدسازی در ترکیه و سوریه آب جاری در دجله و فرات را به شدت کاهش داده و وقتی آب این دو رودخانه به شط العرب میپیوندد دیگر چیزی باقی نمانده. اگر بستن کامل جریان آب از رودخانه های ایران به نواحی پایین دست عراق هم صحت داشته باشد، آینده عراق در این مناطق مرزی شورزاری سوخته است. سیاوش اردلان، بی بی سی. چند خبر کوتاه. دادگاهی در اردن دو مقام ارشد سابق را به اتهام اقدام برای براندازی ملک عبدالله پادشاه این کشور و تلاش برای به قدرت رساندن ولیعهد پیشین به 15 سال حبس و پرداخت غرامت محکوم کرد. اتهام این دو نفر همکاری با پرنس حمزه برادر ناتنی ملک عبدالله برای ساقط کردن او از سلطنت عنوان شده. وکلای یکی از متهمان گفته موکلش زیر شکنجه مجبور به اعتراف شد. مدیر اجرایی شرکت گوگل هشدار داده که مدل غربی اینترنت باز و آزاد در معرض تهدید و حمله رقیبان است. سوندار پیچای در مصاحبه‌ای با بی بی سی جهانی گفته در حال حاضر کشورهای زیادی در جهان جریان آزاد اطلاعات را محدود می‌کنند. او همچنین گفته در 25 سال آینده هوش مصنوعی و کامپیوترهای کوانتومی که قابلیت‌های بسیار فراتر از کامپیوترهای فعلی دارند دنیای ما را متحول خواهند کرد. آقای پیچای در این حال از کارنامه گوگل در حفاظت از حریم خصوصی کاربران دفاع کرده. در پی موج گرمای بی‌سابقه و آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های شمال آفریقا، ماموران آتش‌نشانی در تلاشند از نفوذ آتش به مناطق مسکونی جلوگیری کنند. آتش‌سوزی باعث قطع برق هم شده و مقام‌های محلی از شهروندان خواستند در مصرف برق صرفه‌جویی کنند. در فرایند مهار آتش در ایالت آریزونا هم دو آتش‌نشان در اثر سقوط هلیکوپترشان جان باختند. در روزهای اخیر دمای هوا در بعضی نقاط آمریکا از 47 درجه هم گذشته. دیروز بعد از ظهر سر ریچارد برانسون میلیاردر کارآفرین و مالک شرکت‌های ویرجن با فضاپیمای یونیتی ساخت ویرجن گالاکتیک به فضا رفت. این پرواز که برای اولین بار با خدمه کامل انجام می‌شد به دلیل نامساعد بودن هوا در نیومکزیکو با کمی تأخیر انجام شد. کارشناسان پرواز دیروز را نقطه عطفی در راه اندازی پروازهای تجاری به فضا به حساب می‌آورند. گزارش سوفی لانگ را از پایگاه فضایی اسپیسپورت آمریکا ببینید. 10 سال و 1 ساعت و نیم تأخیر نسبت به زمانبندی اولیه. در یکی از متروک‌ترین نقاط آمریکای شمالی، رویای کودکی این مرد به واقعیت پیوست. سر ریچارد برانسون به همراه 2 خلبان و 3 نفر از کارکنان ویرجین گالاکتیک سوار فضاپیمای یونیتی شدند که به هواپیمای مادر تحت عنوان هوا بسته شده بود و حالا صعود به آسمان. این همون لحظه‌ای که سر ریچارد برانسون منتظرش بود. با گذشت بیشتر از 16 سال زمان و صرف صدها میلیون پوند حالا در راه فضاست. می‌بینین که دارن از هواپیمای مادر جدا میشن. آنها برای مدت کمتر از 4 دقیقه حالت بی‌وزنی و نمایی از کره زمین که تنها برای فضانوردان ممکن است را تجربه کردند. تو زندگیم کارهای عجیب و غریب زیادی کردم، اما این یکی دیگه عجیب ترینشه. بی‌صبرانه منتظرم ببینم دیگرانم چنین تجربه ای داشته باشند. این تجربه منحصر به فرد و بیاد ماندنیه. بعد از پروازی 90 دقیقه‌ای به سلامتی روی باند فرودگاه نشستند. این پرواز از دید منتقدان سفر تفریحی 1 میلیاردر و موزر برای محیط زیست است. اما سر ریچارد میگوید که قصد او محافظت از این سرمایه است. با این حال برای افراد حاضر در این پایگاه فضایی که مشخصاً برای مقاصد تجاری ساخته شده، این لحظه تاریخی در مسیر طولانی تحقق گردشگری فضایی است. سوفی لانگ، بی بی سی نیوز، اسپیسپورت آمریکا، نیومکزیکو.
تیم ملی فوتبال ایتالیا قهرمان یورو 2020 با جام ملت‌های اروپا به روم برگشت. دیشب بعد از پیروزی این تیم در مسابقه فینال در مقابل انگلیس میزبان در بسیاری از شهرهای ایتالیا، مردم تا صبح مشغول جشن و پایکوبی بودند. این اولین قهرمانی ایتالیا در این بازی‌ها بعد از 53 سال بود و برای این کشور که هزینه زیاد جانی و مالی در مبارزه با ویروس کرونا داد، نوشدارویی به موقع محسوب می‌شد. خبرنگار ورزشی ما پوریا ژافره اینجا با ماست. پوریا، ایتالیا خیلی تیم خوبیه و تعجب برانگیزه که چطور 53 سال دور بوده از یه همچین مرحله و چنین بردی. اینام به نسبت مثل انگلیس، از اون که درسته حالا جام جهانی رو تو این فاصله دو بار بردن، یه بار در سال 2006 و یه بارم در سال 1982 در اسپانیا، که البته تو اون دوتا مورد همه متفق القول هستن که ایتالیا بهترین تیم تورنمنت نبود. نه در 2006 که فرانسه با زیدان خیلی تیم قوی بود و در سال 82 هم تیم‌های دیگه‌ای بودند مثل فرانسه، آلمان، برزیل و آرژانتین که همه به نسبت فکر می‌کردن که از ایتالیا مستحق‌ترن که برنده بشن، ولی اینا کم بدشانسی نیاوردن. در سال 2000 رفتن تو فینال با گل طلایی به فرانسه باختن و بعدم یه بارم به اسپانیا از اسپانیا شکست خوردن. به نظر میاد این سرخوردگی عجیبی که بعد از سالهای سال حضور نداشتن در جام جهانی ایجاد شده بود و اومدن روبرتو مانچینی به عنوان مربی تیم با تجربه خیلی زیاد، کسی که خودش هم نتونسته بود برنده بشه، باعث شده که فوتبال این کشور یک تحول توش ایجاد بشه و این تیمی رو داریم میبینیم که واقعا تیم متعادلی بود. یعنی بالانس تیمی رو در همه جاش میشد دید. دروازه‌بان جوان خیلی خوبی داشتن که بهترین بازیکن تورنمنت شد، دفاع‌های قوی و تماشاگرایی که پشت سر تیم حمایت میکردن این تیم رو، توی لندن هم تعدادشون زیاد بود، توی روم هم یه تعداد بازی انجام شد، همه چیزا کنار همدیگه جمع شدن و خوب بازی کردن تا و شانس دیگه یه مقدار چاشنی شانس. من اتفاقا تنها مسابقه‌ای که تو این بازی داخل استادیوم بودم بازی نیمه نهایی بین ایتالیا و اسپانیا بود و از یه جای بازی به بعد مشخص بود که ایتالیا برنده نمیتونه بشه، توی وقت قانونی نمیتونه به اسپانیا گل بزنه، ولی وقتی که یه تیم تمام تورنمنت رو خوب بازی میکنه یه جاهایی همون شانس میاد به سراغش که بتونه اون روزی که خوب نیست رو هم بازی رو ببره و در نهایت ولی فینال رو من تصورم این هستش که عقب افتادن از انگلیس در ومبلی با تمام شرایطی که وجود داشت، این ایتالیایی ها بودن که به قول معروف پنیک نکردن، به اعصاب خودشون مسلط بودن و تونستن به بازی برگردن. نقد زیادی هم به مربی تیم انگلیس هست و انتخاب‌هایی که داشت برای زدن پنالتی، از جمله که مثلا چرا رحیم استرلینگ پنالتی نزد و این چیزات همیشه بعد از بازی اگه که نتیجه درست در بیاد مربی میره به عرش. خب طبیعتاً این وقتی به بازی من واقعا اینجا شاید نظر شخصی خودم بعد از این همه مدت که دارم فوتبال رو دنبال میکنم، به نظر میاد که انقدر سرخوردگی برای انگلیس زیاد بود که حالا نه فقط این مسئله فینال، میرسیم به مسئله مشکلات تماشاچیا، ولی که همینقدر که ساعتکه تونسته بود تیم رو برسونه به فینال، خیلی احساس میکردن که این دیگه آخر ماجراست و دیگه نباید تو کار این دخالت بکنن و اینجا هم که به نظر میاد که یه اشتباهی شده دیگه. تو همینجا هم دستش درد نکنه. ممنونم پوریا ژافره در استودیو ما. به پایین بخش خبری رسیدیم. ممنون از همراهیتون. We'll be right back.